سلام به همه همراهان عزیز کجای این کره پهناور که بیننده ویدیوهای ما هستین. سلام میکنم به شما دوستان عزیز، امیدوارم جانتان جور باشه. دو تا ویدیو رو قراره همراه مادرم تو این برنامه ریاکشن بریم، تا انتها ما رو همراهی کنین، قراره کلی کیف کنیم و خوش بگذرونیم کنارم. قبلش کامنت شما عزیزان رو میخونم. محمد نوری عزیز برای ما نوشته: سلام به شما مادر و پسر و با مرام ایرانی، شما واقعا انسان‌های خوبی هستید، خیلی دوستتان دارم، من از سوئد ویدیو شما رو میبینم. سلام میکنم منم به شما دوست مهربون، خیلی خوشحالیم که ما رو اینجوری میبینین، شما هم خیلی خوشقلبین که انقدر دل مهربونی داریم ما رو مهربون میبینین. خدا رو شکر که بیننده های با صفایی مثل شما داریم که همیشه همراه ما هستین، ویدیوهای ما رو دنبال میکنید و واقعا تماشای ویدیوهای ما و بعدم کامنت هایی که میذارید یه انرژی به ما میده که اصلا نمیه. واقعا کامنت ها رو که میخونیم یا تعداد لایک ها رو میبینیم، تعداد ویو ها رو میبینیم، چقدر جمعیتمون داره روز به روز بیشتر میشه، واقعا خدا رو شکر میکنیم که انقدر آدم باسواد روی این کره زمین، کل کره زمین جمع شدیم و دوره هم داریم چند دقیقه تو روز کیف میکنیم، با هم گپ میزنیم، میگیم، میخندیم و روزمونو میگذرونیم. عروسی کاملا واقعی جدا در حسینی محلا داشته باشین، یعنی واقعا یه عروسی از جمعی سر زندگی، یعنی همه اتفاق همینه، راست حسینی واقعی ببینم اونجا صندلی گذاشتین و فکرم دکور رو همین جوری عوض کردیم. واقعیه واقعیه. پس دعوت بکنیم من میخوام دعوت بکنم از عروس خانم فاطمه سادات موسوی، میخوایم بیان به قول عروس خانم اینجا. عروسی که مد نظر منه یه همچین چیزیه، عروسی با صفا، بی ریا، به دور از هر گونه تجملات، یعنی به نظر من هر چقدر آدم پول داره، هزینه داره، اون پولشو باید صرف چیزای دیگه بکنه. عروسی سری مراسم ها هستن، باید باحال برگزار شه، باید خودمونی برگزار شه، باید با صفا برگزار شه و خیلی من این جور فازا رو دوست دارم حقیقتا. سادات، به عروسی سادات و خاندان شهید. دستا ضعیفه، دستا ضعیفه. مبارک، مبارک، ماشاءالله. یه رسم سنتی دارن عزیزانم در افغانستان توی عروسی، من میخوام اون رسم رو انجام بدم و بعد من سوال میکنم که خدا آقا داماد بر ما توضیح خواهند داد. احمد آقا صبر کن جانم، عروسی از زهرا خون منم یادم اومد، همین الان کادومو این کادو نیمده بالا بهتر از اینجا. یا علی امشب نبی از دیده اشک شوق جاری می کند، دل در میان سینه او بیقراری می کند. مولا علی از فاطمه خود خواستگاری می کند، در عالم بالا خدا خود خطبه جاری می کند. این آدمای با صفا دور هم جمع شدن، فکر کنم از اقوام عروس و دوماد هم هستن، چون فکر کنم اهل افغانستان اصلا چهره اینطوری نشون میده، ولی در کل بسیار بسیار جاری کردن این جور سفره ها خیلی جذابه. یه سری هستن کلا نذر میکنن، میگن آقا ما میخوایم کار خیر کنیم، و کار خیرشون چیه؟ این جهیزیه جور میکنن واسه عروس، میرن عروسی میگیرن، از داماد و راهی خونه بخش، آره میکنن. میرن حالا هزینه هایی که برای شروع زندگی عروس و دوماد باید تقبل بشه یه گوشه ایشو میگیرن و این خیلی لذت بخشه، واقعا جذابه. اگر وسعتون میرسه، اگر میتونید هزینه همچین مراسم هایی رو تقبل کنید، خیلی هم دور نیستن، همین دور و برتون رو بگردین، مطمئن باشین کلی جوون هستن که دوست دارن برن سر خونه زندگیشون، ولی حالا دوچار اون مشکلات هزینه های اول زندگی شدن. برین هواشون رو داشته باشین. عاقب خدا تالار جنت قدران، در همه شاهد نبی
داماد مولا و عروسش فاطمه. مبارک باشه، مبارک باشه هر دو سید اولاد پیغمبر، مبارکتون باشه. برنامه حسینی معلا بود. حالا در ماه رمضان، در ماه محرم، فصل های مختلف فکر کنم الان 7-8 فصل فکر کنم پخش شده باشه ازش تو چند سال گذشته. حالا تو محرم آداب و رسوم شهرهای مختلف یا حتی کشورهای اطراف توی محرم رو میگن، مثلا چطوری عزاداری میکنن توی ایام مثلا ماه مثلا ربیع الاول یا ماهای زر شادتر، مناسبت های شادی رو برگزار میکنن و بسیار برنامه جالبیه. یه قسمتش هم مخصوص این زوجه اهل کشور افغانستان بود که ازدواجشون روی آنتن زنده ثبت کردن. اما روی آنتن زنده یه شبکه 3 یه اتفاق دیگه هم افتاده که حالا میخوام بریم ببینیم. این ویدیو جدیده، یه ویدیو قبلا پخش شده بود روی همین، توی همین برنامه عصر جدید، توی فصلهای اولیش یک آقا پسر اهل افغانستان از یک خانم خواستگاری کردن، جواب بله رو گرفتن. حالا یه چند تا فصل گذشته، چند تا سال گذشته و الان میخوام بریم ببینیم آینده چه اتفاقی افتاده برای این دوتا. الان یادم افتاد تو قسمت، توی فصل اول ما یه علی آوردیم رو این صحنه، بچه ها پارکور کار میکردن، بعد یو خواستگاری کرد، ازدواج کرد و اینا. علی هم که افغان بود. بله بله، همینجا هم ازدواج کرد. من شنیدم الان بچه دار شدن. آره بچه دار نشد، خانمش بارداره. علی اینجا سمت سالونه، درسته؟ تویی شوخی میکنی؟ آره راست میگه عزیزم، ببین چه بلایی به سرش کون پسر شر و شیطون. علی چهرهش هاشو مشخصه مرد شده. آره اون موقع پسر بود ولی الان هاشو به مرد تبدیل شده. تلفن بالا بگی. سلام. نمیتونه بگی سلام، الهی بگردم برای. یادت همی چه آدیشی آره چه زبونی داشت ماشاءالله. آره. اصلا موقعم چیده همه. موقعم سلام موقعم یه سلام کرد. حالت چطوره؟ ردیف هم شما خوبی؟ خانومتون هم دیگه؟ بله. ماشاءالله چه بزرگ شدی علی. اولین فرزند دیگه ایشالله. آره دیگه اولی. چند وقت دیگه ایشالله؟ 3 ماه دیگه ایشالله. 3 ماه دیگه، یعنی 3 ماه دیگه شما میشه پدر، خانم میشه مادر. یه دست برای پدر مادر گل بزنی. علی چی کار میکنی؟ شکر خدا ایشالله بعد برنامه، حالا اینجا که تمام شده اجرا کردیم داخل قم، تونستیم یه مجتمع ورزشی بزنیم، آکادمی. نه بابا باریکلا، والله خوشحالتون شده. جمع کردیم و یه آکادمی تونستیم بزنیم با کمک یکی از پدرای شاگردامون. الان مربی تو؟ الان مربی هم خانم ایشالله. چه؟ ببین اینا چقدر یادشونه، قشنگ برنامه شما رو یادشونه. میگن علی تو برنامه قول داد ظرفا رو تو خونه میشوره. راست میگه، من یادمه. شاید باورتون نشه از اون وقتی که خانومم حالا باردار شده یه خورده حساس شده به بو و آشپزی اینا، آشپزی هم یاد گرفت، ظرف هم میشود. همینه یعنی همینه افتاده تر شده. آره الان مردهای امروزی دیگه کار خونه رو میره انجام میده، یعنی ظرف شستن و نمیدونم جارو کشیدن و گردگیری و غذا پختن و اینا. یه اون دورانی که مردم میرفتن بیرون کار میکردن، زن رو تو خونه کار میکردن، از اون گذشته. الان آره دوشه دوشه هم، هم زنا میرن بیرون کار میکنن، مردم میرن بعد میان تو خونه دو تایی به هم کمک میکنن. به هر حال انقدر شرایط فرق کرده با گذشته که مرد و زن کنار هم باید هم کار کنن، هم کنار هم تلاش کنن برای داشتن یک زندگی بهتر. بله اون چه کار هر شبه. خانومش راضی ازش؟ اول از همه سلام میکنم. سلام علیکم. بله اون قول یادت یه سری قول به شما داد؟ بله انجام داده، ده قولا... برابرش هم انجام داده. یادم شما یه سری قول ازش گرفتی که شیطنتاش کمتر شه، ورزشش رو مراعات کنه، وقت بیشتری بذاره، اینا انجام شد؟ بله دیگه خودتون دیدین دیگه، الان از قیافش دیگه معلومه. راست میگه، قشنگ یادم سر به زیری شده. ایشالله که بچه‌تون به سلامتی به دنیا بیاد، قدمش هم مبارک باشه و حال خوب باشه با هم دیگه همیشه. خیلی ممنونم، به افتخار این زن و شوهر و فرزندی که در راه. ان‌شاءالله که اتفاقهای خوبی برای همه تازه عروس دوماده بگیم، تازه عروس دوماده بیفته و
روزگار خوشی رو با هم داشته باشن و همینجوری با هم رفیق باشن. این رفیق بودنه واقعا زندگی رو میسازه، یعنی با هم شریک باشیم، با هم هم کلام باشیم، هم درد باشیم. ببینید بعضی وقتا میشه آدم با هم حرف نمیزنن، یعنی یه سری مشکلات با هم دارن چیزی نمیگن، یه سری حرفا دارن با هم نمیگن، این میمونه جمع میشه و به مرور تبدیل میشه به یک مشکل بسیار بزرگ. ولی خب اگر جوونا موقع اول شروع ازدواجشون، شروع رابطهشون با هم حرف بزنن، مشکلاتشون رو بگن، چیزایی که خوشحالشون میشه، خوشحالشون میکنه رو بگن، دیگه ناراحت میشه رو بگن، زندگی خوبی هم خواهند داشت دیگه. همینجور بچه اول، بچه دوم، بچه سوم، الی ماشاءالله. و امیدوارم که اتفاقهای خوبی بیفته برای همه. مرسی که همراه ما بودین، این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین و امیدوارم جوونا هم عاقبت به خیر باشن. مرسی از همراهیتون، تا یک برنامه دیگه شاد و پر انرژی باشید. این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید. یادتون نره برنامه‌های ما رو هم میتونید برای دوستانتون بفرستید، اونها هم تماشا کنند. کامنتاتون هم که حتما میخونیم، کامنت برای ما بذارید. تا یک برنامه دیگه شاد و پر انرژی باشید. فعلا خدافظ. در پناه خدا باشید.